سلام به همه شما همراهان عزیز هویج، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. 13 چیزی که کاربردش رو نمیدونی. هر روز از لوازم خونگی استفاده میکنیم و بسیاری از اونا از زمان بچگی برامون آشنان. فکر میکنیم همه چی رو راجع به اونا میدونیم چون چیز خاصی ندارن. گاهی این اشیا رازهایی تو خودشون دارن که تا به حال نشنیدیم. پس امروز جالبترین اختراعات و چیزای هیجان انگیز در مورد لوازم خونگی رو نشونتون میدیم. با ادامه این ویدیو با هویج همراه باشین، اما قبلش یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید، دکمه اشتراک رو بزنید و زنگوله رو فشار بدید. شماره 1، سوراخ کنار سینک. همه کاربرد سوراخ سینک یا وان هموم رو میدونیم و هر کسی به یه منظوری ازش استفاده میکنه. در اصل اونا برای مصرف بهینه آب طراحی شدن تا آب زیادی هدر نره و فقط کافیه سینک رو پر کنین و ظرفا رو بشورین. اگه با دقت نگاه کنین یک سوراخ دیگه توی سینک میبینین که کار مشابهی انجام میده. مهندسا اونا برای حفاظت شما در برابر سرریز آب و به وجود اومدن یک فاجعه تو آپارتمانتون طراحی کردن. ممکنه شیر آبو باز کنید و بعد حواستون پرت چیز دیگه بشه، مثل بچه‌ای که گریه میکنه. سوراخ کناری آب زیادی از تو سیفون خالی میکنه و نمیذاره که آب تو سینک پر بشه و کل خونتون رو داغون کنه. اما حواستون باشه که یادتون نره شیر آب رو ببند. شماره 2، دفتر یادداشت های سیمی. دانش آموزا یا کارمندا از دفتر یادداشت سیمی استفاده میکنن. خیلی راحت میتونین دفتر رو روی زانوتون بذارین یا یه برگه ازش بکنین. باورتون نمیشه ولی این فنرای سیمی دفترها برای هدفهای غیرعادی دیگه‌ای طراحی شده. تو قدیم مردم اغلب مجبور بودن با موش‌ها مقابله کنن که دوست داشتن با همه کتابا و نسخه‌های خطی جشن بگیرن و همه صفحاتشون رو بجوان. علاوه بر این که کتابا رو از بین می‌بردن، بیماری‌ها رو هم پخش می‌کردن. این مشکل باعث شد که مردم تمام کاغذها رو با سیم‌ها و فنرها ببندن که اونا رو از دست این موش‌های گرسنه حفظ کنن. شماره 3، جیب سوم در کت. هنوز بحثایی درباره هدف از جیب کوچیک شلوار جین وجود داره که جیب سوم در کت‌ها هم مطرح شد. امروزه توی اون دستمال میذاریم، اما در قرن 19 این جیبا به جیب بلیت معروف بود. مردای متشخص بلیت‌های مختلفی تو این جیبا میذاشتن، از بلیت‌های مسابقات اسب سواری گرفته تا بلیت تئاتر. این بلیت‌ها معمولاً رو لباسای سوارکاری یا ورزشی دوخته می‌شدن. راستی مردا سکه یا ساعت هم توی این جیبا می‌ذاشتن. امروزه متخصصین مد استفاده از این جیبا رو برای کمک به توازن ظاهری تو کت پیشنهاد می‌کنن. شماره 4، نشانگر رنگی روی تایر. اگه ماشین دارین احتمالاً این لکه رنگی رو روی تایرها دیدین و شاید حدسایی در موردشون هم زده باشین. اما در اصل فقط نشانگرایی برای سازندگان هستن که هیچ ارتباطی با محصولات برگشتی ندارن و خیلی سریع موقع رانندگی پاک میشن. این نشانگرهای رنگی روی تایر معمولاً نوع، سایز و اطلاعات دیگه تایر رو نشون میدن. با این نشانگرها کارگرای انبار میتونن متمایزشون کنن. دایره ها و مثلث های روی سطح جانبی معنای خاصی برای ما ندارن، اما اطلاعات کاملا مفیدی برای کارشناسای تایر دارن. در واقع این نشانگرای زرد تایر که روشنترین نقاط تایر هستند رو متخصصا تو کارخونه موقع بالانس تایر روشون گذاشتن. این رنگ بیانگر سبکترین نقطه لاستیک از نظر سازنده تایره که باید با سنگینترین نقطه رینگ یعنی محل قرار گرفتن والف مماس بشه تا توازن ایجاد بشه. برعکس نشانگر قرمز، این رنگ در صورتی کاربرد داره که بر روی رینگ هم علامت یا نقاط رنگی وجود داشته باشه. در این صورت به نقطه زرد رنگ روی تایر توجه نمیشه، چون سازنده رینگ با مشخص کردن این نقطه سنگین ترین محل رینگ رو مشخص کرده که باید با نقطه قرمز رنگ مماس بشه و بالاخره رنگ سفید به این معنیه که تایر با موفقیت کنترل کیفیت رو توی کارخونه پشت سر گذاشته. شماره 5، سوراخ‌های هدفون اپل. اگه یکی از محصولات اپل رو داشته باشین احتمالاً درباره این هدفون هم شنیدین. تا حالا به سوراخ اصلی روی هدفون که صدا ازش بیرون میاد دقت کردین؟ به غیر از اینا سوراخ‌های دیگه هم وجود دارن، مثل سوراخ‌های زیر هدفون. بعضیا فکر میکنن که میکروفون ضبط صداست، اما دلیلش این نیست. شاید باورتون نشه، اما این سوراخ‌ها برای بهتر کردن کیفیت موزیک و به حداقل رسوندن نویز طراحی شده. اسپیکرها همیشه لرزشایی دارن که رو هدفون اثر میگذارن.
ارتعاشات فشارهایی ایجاد می‌کنند که روی ویژگی‌های آکوستیک اثر می‌ذارند. به همین دلیل توسعه دهنده‌های هدفون اپل تصمیم گرفتن تا سوراخ‌های مخصوصی بهش اضافه کنند تا هوا امکان گردش داشته باشه، فشار کم بشه و کیفیت صدا بهتر بشه. همچنین بیس رو هم بم‌تر می‌کنه. شماره 6. لب پریده زیر فنجون. طراحای معروف سوئدی شرکت آیکیا همیشه خوش فکر بودن. این شرکت جاییه که میتونین هر چی دلتون میخواد و توش پیدا کنین. هدف از گذاشتن این حفره کوچیک زیر این فنجونا اینه که آب اضافی که زیرشون بعد از شستن جمع میشه خالی بشه. شماره 7. شماره 57، روی سس های هاینز. همه سس کچاپ هاینز رو میشناسیم، در قفسه‌های سوپرمارکت و همچنین فست‌فودهای زنجیره‌ای میتونین پیداشون کنین، اما آدمای کمی میدونن قصه شماره 57 روی سس معنیش چیه. جواب پشت تاریخچه این شرکته. آخرای قرن 19 که سازندگان سس افسانه کچاپ با دستور هانری هاینز مشغول کار تبلیغاتی برای تجارت خودشون بودن، ایده جالبی به ذهنشون رسید. اون پوستری از تبلیغات یه شرکت کفش دید که 21 ستاره داشت. اون تصمیم گرفت از همون روش استفاده کنه و شروع کرد به شمردن تعداد محصولات شرکتش. چیز بامزه این بود که اونا 57 محصول داشتن و بنا به دلایلی اون فکر می‌کرد 57 عدد شانسشون، و به این ترتیب این کچاپ افسانه‌ای این شماره رو به اسمش اضافه کرد. شماره 8، نوارای باریک روی فیش ها. آیا تا به حال دقت کردین روی فیش های هدفون نوارای باریک غیرعادی وجود داره که تعدادشون 2 یا 3 تاست؟ اونا گاهی اوقات رنگ های مختلفی دارن و برای ایمنی طراحی ساخته شدن. در واقع هر کدوم از این نوارا برابر با سیم متصل به هدفونه. برای همین فیش هدفونه یا استریو 2 نوار دارن و هدفونه یا دارای هدست 3 نوار. اگه یکی از نوارا شکسته شه یکی از گوشی ها کار نمی کنه. شماره 9، سوراخ زیر قفل. آیا سوراخ عجیب زیر قفل رو میتونین ببینین؟ این سوراخ یدکی برای کلید اصلی نیست. هدف از ایجاد این سوراخ خیلی غیرعادیه. در واقع این سوراخ از زنگ زدگی جلوگیری میکنه و میتونه رطوبت رو تخلیه بکنه و برای رسوندن روغن به بخشهایی از قفل استفاده میشه که در دسترس نیستن. اگه این ترفند کوچیک نبود قفلا خیلی سریعتر زنگ میزدن. شماره 10، آویز لباس با چوب سر. آویزای پلاستیکی یا فلزی تو فروشگاه‌ها وجود دارن و معمولاً از چوبای ارزان‌تر ساخته میشن. در این میون آویز چوب سر خیلی محبوبه، نه فقط برای ظاهرشون بلکه چون حشره‌های بید رو خیلی خوب دفع می‌کنه. برای همین اگه لباسای پشمی دارین بهتون پیشنهاد می‌کنیم از این آویز استفاده کنیم. شماره 11، فوم حمام. گاهی بعد از یه روز خسته کننده یه کاری دوست دارین تو آب گرم حموم کنین. فوم معطر حموم این حس رو خیلی بهتر میکنن. وقتی بچه بودیم این کارو خیلی دوست داشتیم و هنوزم برای ریلکس کردن و آرامش از اون استفاده میکنیم. فوم حموم به آدم حس شناوری توی ابرا رو میده و دمای آب رو هم حفظ میکنه. شماره 12، سوراخ روی دستگیره قابلمه. تو نگاه اول سوراخ روی دستگیره مایتابه و ظرفای آشپزخونه به نظر کاملا بی‌مصرف میاد، اما واقعا اینطور نیست. اونا آشپزی رو آسان‌تر میکنن. میتونین قاشق یا کفگیر کثیف رو توی اون بذارین تا آشپزخونه کثیف نشه. خیلی ساده است و دیگه لازم نیست برای این کار چیز دیگه ای بخرید. شماره 13، پشتی سریع صندلی ماشین. مسافرای ماشین برای امنیتشون نیاز به این پشتی سر دارن. این پشتی سرها نقش مهمی دارن و موقع تصادف از صدمه دیدن گردن که خیلی شکننده است جلوگیری میکنن. برای همین توصیه میشه که پشتی سر رو درست تنظیم کنید. این بخش از ماشین، این پشتی ها جدا شدنی هستند و میشه با استفاده از اونا تو مواقع ضروری شیشه ماشین رو بشکنین و از ماشین خارج بشین. مثلا اگه ماشینتون در حال غرق شدن باشه میتونین ازشون استفاده کنین و از ماشین بیرون بیاد. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج حواتون رو دارید.